عصبی بودم، تو کار مشکلاتی پیش آمده بود و اینها، تماس گرفتم گفتن که ویزا گرند شده و من همین که گوشی رو گذاشتم رفتم به رئیسم گفتم که نمیخوای حرف منو قبول بکنی، حرف منو قبول کن، حرف منو بپذیر. گفتن نه. گفتم خیلی خوب باشه دیگه، با یه آرامش خاصی اتاقو خلاصه ترک کردی. از زمان دعوتنامه 189 شما تا ویزاتون، خاطرتون تا گرانت ویزاتون خاطرتون از چند روز طول کشیده بود؟ بله 17 روز. 17 روز، یعنی به نوعی شاید یکی از کمترین زمانهای درخواست گرانت ویزای 189 بود. تا رسیدیم به اونجا که میخواستن چمدون رو چک بکنن که آقا مثلا شما چه داری چه نداری و اینها، و باید صادقانه اعلام بکنیم، یعنی اصل اول و آخر در استرالیا صداقته، چیزی که خیلی برایشون مهمه. و من چون این قضیه رو میدونستم گفتم والا از خوراکی‌هایی که شما دارید نام میبرید، من پسته دارم، بادوم دارم و زعفرون دارم و از این جور چیزها دیگه، گفتم باید ببینیم. نگاه کردن و زعفرون چون بسته بندی داشت گفتن مشکلی نداره، ولی اون پسته و بادوم هندی ها که در کیسه فریزر گره خورده بود گفتن اینا رو نمیتونیم بذاریم. گفتم با من اینا رو خودم نگه داشتم در هواپیما نخورم که اومدم اینجا بخورم، به شما هم میدم ولی بذارید من ببرم. گفتن که نمیشه، برگردی کشور مبدأ اینا رو بسته بندی بکنی بعد برگردی. یعنی براشون مهمه که اگه بسته بندی کارخونه ای بود اوکی، چون در کیسه فریزر بود قانون اجازه نمیداد. من اینو نمیدونستم. به پیشنهاد یه ایرانی که دستش هم درد نکنه که اینو به ما گفت، گفت که از گواهینامه رانندگی اینجا غافل نشو که یکی از مهمترین آیدی هاست، و به شما هم پیشنهاد میکنم که اگه تشریف آوردین بعد از اینکه حساب بانکی باز کردید، گرفتن گواهینامه رانندگی یعنی ویکتوریا لایسنس اگر در ملبورن هستید، و اگر در سیدنی هستید ویکرود مخصوص سیدنی، البته در سیدنی که دیگه ویکرود نمیگیم، اسم دیگری داره، من حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی خب در ملبورن به خاطر ایالت حالا کلن خود ملبورن و ویکتوریا اسمش ویکرود هست به عنوان ویکتوریا لایسنس، که در واقع این مدرک مثل یعنی خیلی خیلی براشون مهمه. فقط یه گواهینامه نیست، یک آیدی کارت هست. کسایی که سرما خوشحالشون میکنه باید در شهر کمبرا تشریف ببرن، یعنی پایتخت استرالیا، که در واقع خود اداره مهاجرت، تمام وزارت خونه ها، سیستم های اداره همه در اونجا هستش، و اتفاقا پایتخت در واقع اداره استرالیا هستش، که اتفاقا داخل پرندازم خیلی از اهالی اونجا معتقدن که کمبرا برای پول در آوردن بهتره. این داخل پرانتز. یه سری از یعنی تقریبا 60-65% اهالیشون همچین اعتقادی دارن. محله ها یکم از هم دورتره، یعنی الان شما این خونه رو میبینید دور تا دور تمام سر، دیگه خونه دیگه نمیبینید، تا محله بعدی یه مقدار این فشردگی خونه ها توش کمتر دیده میشه. اینجا سردترین جای استرالیاست توی کمبرا، یعنی بیشتر اوقات سال اینجا خنک هست، خیلی سرد هست، باد داره، بارون داره و الاخر. اگر یه پله یعنی کمتر سرما رو دوست داشته باشید، دوست داشته باشید که همه فصلا رو بیشتر تجربه بکنید ولی خنکیش یه مقدار بیشتر باشه، شما بایستی ویکتوریا رو انتخاب بکنید، یعنی همون در واقع ملبورن. اگر هوای معتدل‌تر دوست دارید که یه مقدار گرم‌تر باشه، معتدل‌تر باشه، بتونید از سواحل استرالیا در طول سال استفاده بیشتری بکنید، خب سیدنی میتونه جای بهتری باشه از این نظر، ولی این به معنی نیستش که زمستوناش سرد نیست. زمستوناش به همون اندازه ملبورن تا 95% شاید هم 99% مثل ملبورن سرده. فقط موقعی که میخواد فصل عوض بشه سیدنی یکم زودتر کام داون میکنه، گرمتر میشه، ولی ملبورن هنوز به سرما ادامه میده ولی با لول پایین‌تر. اگر بخواید که عاشق گرما باشید باید در بریزبن تشریف ببرید، چون تقریبا 3 ماه از سال مثل بندر عباس کیش میمونه ولی بقیه سالهای سال کاملا معتدله، که این یکی از فیچرهای خوب بریزبن. البته خب وضعیت کار هنوز در سیدنی و ملبورن و بریزبن از جای دیگه یه مقدار قوی تره. این به این منظور نیست که اگه شما در پرس باشی کار پیدا نمی‌کنی، نه، اتفاقا کارهای انجینیرینگ و شما در پرس، کارهایی که کانترکت هست نه فول تایم، ببخشید نه پرمننت جاب، اونجا بیشتر پیدا می‌کنی، و حتی یه سری از شغل‌های مربوط به شاخص‌های معدن در پرس شاید درآمدهاش هم بالاتر باشه. ولی به صورت جنرال اوریج بخوام خدمتتون رو عرض بکنم،
وضعیت پیدا کردن شغل هنوز در سیدنی قوی ترین حالت ممکن رو داره، بعد از اون در ملبورن هست و بعدش در بریزبین هست. خواهش میکنم، من با روی کرده در واقع ملبورن میگم خدمتتون، ولی خب وقتی که من میام حرف از ویکتوریا یا ملبورن میزنم، شما میتونید مساوی همون رو با یه سرچ توی سیدنی یا توی ادلید پیدا بکنید. ولی خب اون موقعی که شما از راه میرسید بستگی داره که حالا دنبال چه تخصصی باشید، نجتون در چه حد باشه و زبان انگلیسیتون در چه حد باشه. مثلا من خودم اول روزای اول یه سری شغله مربوط به اینشورنس بود بخواستم اقدام بکنم، به خاطر قضیه لیسنینگ از دست دادم. صحبت میکردیم یه دو سه دفعه ببخشید یه بار دیگه تکرار کنید، همین دو سه دفعه پرسیدن. خب شغل بیمه هم بود، نیاز داشت که تلفن هی شما جواب بدید. روچ برگشت گفت میخواستم شغل رو بهت بدم ولی به خاطر لیسنینگ یه مقدار چالنجیه نتونستم شغل رو بهت بدم. ولی خیلی جالب بود که انقدر مهربون بود، به من اسمس داد گفت هر موقع احساس کردی لیسنینگ بهتره به من پیام بزن، من اگه تو اصلا مجددا اینترویو رو برات برگزارم. حالا شما میتونید در واقع از مرکز جاب ویکتوریا کمک‌های زیادی بگیرید. مرکز جاب ویکتوریا در ملبورن میتونه به شما به صورت رایگان کمک بکنه که شما رو معرفی بکنه در واقع کمپانی‌های مختلف، یه کمی تو بحث رزومه‌نویسی به شما کمک بکنه، یه مقدار فرهنگ و شاید یه ذره بیشتر براتون باز بکنه و شما رو بتونه کانکت بکنه سریعتر به کارفرماها و یک مصورت بگیره که شما سریعتر بتونید به کار برید. یه سری ها اصلا از جاب ویکتوریا استفاده نمی‌کنن، من خودم از جاب ویکتوریا استفاده کردم، شغل اول از طریق جاب ویکتوریا گرفتم و اونا برای من یک در واقع مصاحبه ترتیب دادن و همون اول شغل اول همون شد، یعنی همونو من ورود کردم. و مثلا حالا یه چند اولی شغلتون رو پیدا کردید؟ 30 روز. 30 روز. بسیار همه. بله تقریبا 30 روز. بله چون من یعنی همون اول سراغ جاب ویکتوریا نرفتم، بعدا فهمیدم که اگر جاب ویکتوریا بریم یه مقدار ممکنه سرشون شلوغ باشه، یه مقدار دیرتر جواب بگیرید، ولی اگر صحبت بکنید باشون اونا با شما قرار میذارن، قرار تلفنی میذارن، قرار حضوری میذارن، مثل من و شما تصویری قرار میذارن و اونا دیگه استاد این هستن که باید با مهاجرا از نظر انگلیسی با چه لهجه‌ای صحبت میشه. به عنوان شما در هر سطحی از زبان باشید، چون اگر اسکیل ورکری باشید یعنی نالج زبان به هر حال دارید، اصلا دچار مشکل نمیشید که من با این چجوری صحبت بکنم، چون جاب ویکتوریا خودش خوب میدونه که باید جنرال بکنه. کلمه پیپل یعنی مردم، یعنی در واقع شما در امریکن میگن پیپل، در بریتیش ما میگیم پیپل، ولی در استرالیا میگیم پیپل. پیپل که من اولین بار که شنیدم با کلمه پیپر که معنی برگه میده اشتباه گرفتم.